وجود مقدس امام عسکری علیه السلام زیر تیغ و شمشیر تونست دین رو نگه بداره و این ارتباط گسترده با شیعانش تو نقاط مختلف جهان رو حفظ بکنه و اونها رو به هر حال پشتیبانی بکنه. امام عسکری از مهمترین فعالیت‌هاش آماده سازی شیعه برای غیبت بود، چون قرار غیبت فرزندش پیش بیاد. شیعیان تا حالا با غیبت امام انس نداشتن که امامشون غایب باشه، از این جهت امام عسکری اونها رو باید آماده بکنه. لذا امام گاهی موقع با شیعیانش که صحبت میکرد پشت پرده صحبت میکرد که ارتباط مستقیم نداشته باشه، که مردم بتونن یواش یواش شیعیانش آماده بشن برای غیبت و از پس پرده، حالا اون پرده پرده ظاهری بود، ولی یواش یواش بتونن ارتباط غیر مستقیم رو آماده بشن. از طریق نامه، خیلی از توقیعات و نامه های از امام عسکری به شیعیانش نوشته شد. خودش مستقیم نمیگفت، نامه مینوشت که اینو به شیعیان من بدید، شیعیان زمان خودشونا، یا از طریق نماینده هاشون یه پیام رو میرسوند. ارتباط غیر مستقیم برقرار شد. وجود مقدس او وقتی که دید خلیفه زمان معتمد عباسی، امام زمانش مصادف با سه تا از خلفای پست عباسی بود، معتز عباسی، مهتدی عباسی و معتمد عباسی، وقتی دیدن که به هر حال او اگر بخواد باشه فعالیت‌هاش رو از دست از فعالیت‌هاش بر نمی‌داره و ارتباطش با شیعیان همینجور برقرار هست، قرار شد که او رو به شهادت برسونن که یه شربت مسمومی رو معتمد عباسی فرستاد، به یه غلامی داد که او رو ببر در خونه احرال امام عسکری علیه السلام و بنشین که بخوره، و وقتی آثار زهر رو دیدی و مطمئن شدی که کارگر شده بیاد بیرون. و همین کارو کردن، خوراندن این شربت مسموم رو به وجود مقدسش. همونجور که عرض کردم خدمتتون، قبل از شهادتش امام بعدی رو تعیین کرد، به اون کسانی که اهل بودن امام زمان رو که بچه بود و اون موقع کودک بود نشون داد، به همشون نشون داد. و یه اتفاقی که افتاده بود که حالا شاید کم و بیش شنیدید، چون میدونید شیعیان در زمان امام عسکری علیه السلام گمان میکردن که مثلا فرزند امام هادی سید محمد که الان بین سامرا و بغداد هست او امام میشه. خداوند متعال تقدیرش این بود که او در زمان خود امام هادی از دنیا بره، از زمان در زمان خود امام هادی، و دیگه مسئله امامت شفاف بشه که خود امام عسکریه. امام عسکری هم امام بعدی رو به بعضی از خوبان زمان حدود 40 نفر نشون داد که این امامتونه، ولو کودکه این امامتونه است. اینجا مرکز مقاومت است.